انتظار جمهوری اسلامی ایران این هست که از خاک عراق هیچ گونه تهدیدی متوجه امنیت جمهوری اسلامی ایران نشود و خاک عراق به عنوان محل و نقطه تهدید علیه جمهوری اسلامی ایران مورد استفاده قرار نگیره. قطعنامه‌ای که متاسفانه با اقدام سیاسی دولت آمریکا و سه کشور اروپایی در یک رویکرد سیاسی صورت گرفت و عملا این رو با فشار سیاسی بر شورای حکام تحمیل کردند. اینکه جزئیات اقدام به عمل آمده از سوی جمهوری اسلامی ایران چی بوده، خب این رو انشالله سازمان انرژی اتمی متناسب با شرایط و نیاز اطلاع رسانی خواهد کرد. مبنای جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با آژانس این هست که تعهد در مقابل حقوق هست، تکلیف در مقابل حقوق هست. اگر جمهوری اسلامی ایران تکالیفی دارد در ارتباط با آژانس، حتما حقوقی هم دارد. بنابراین حقوق جمهوری اسلامی ایران باید رعایت بشود. جمهوری اسلامی ایران هم به تکالیف خود پایبند هست، همونطور که همواره در تعامل و ارتباط نزدیک و سازنده با آژانس اثبات کرد که به روند تعامل و همکاری و انجام تکالیف خودش پایبند هست و در همین چارچوب فعالیت ها و اقدامات خودش رو ادامه خواهد داد. موضوع سفر هیئت آژانس به تهران هم جزء موضوعاتی بود که در چارچوب توافق قرار داشت که قرار بود که در زمان مناسب انجام بشه. خب طبیعتاً با شرایط جدیدی که رخ داده و با توجه به قطعنامه سیاسی که با به عبارتی میدانداری آمریکا و سه کشور اروپایی صورت گرفت و قطعنامه سیاسی در آژانس، شورای حکام آژانس علیه جمهوری اسلامی ایران صادر شد، طبیعتاً اقدامات بعدی با توجه به شرایط جدید صورت میگیره و لازم است که موضوعات یک ارزیابی مجددی بشه و در این ارتباط سازمان انرژی اتمی و جهات زیربط جمهوری اسلامی ایران بررسی میکنن و اقدامات لازم رو انجام میدن. ما به تغییر و تحولات داخلی و احیاناً جابجایی‌های حزبی در مراکز سلطه دولت آمریکا توجهی نمی‌کنیم و اهتمامی نمی‌ورزیم. اون چیزی که برای ما حائز اهمیت هست و انتظار قانونی دولت و ملت جمهوری اسلامی ایران هست این هست که دولت آمریکا فارغ از اون که کدام یک از این دو حزب در مدار و سلطه قدرت در کنگره یا در واقع در کاخ سفید باشن، از اقدامات خصمانه و غیرقانونی خودشون علیه دولت و ملت جمهوری اسلامی ایران دست بردارن و اجازه بدن که به عبارتی روند مناسبات بین المللی در مدار صحیح و درست خودش حرکت بکنه. Thank you.